صدها مهاجر آفریقایی که در کمپ‌های مهاجرت در شمال مراکش به سر می‌برند، با حجوم به شهر اسپانیایی ملیا در سواحل مراکش موفق به ورود به این شهر شدند. حجوم یک هزار مهاجر ساعت شش صبح روز چهارشنبه آغاز شد که بر اساس آن حدود 400 تن از این مهاجران غیرقانونی توانستند وارد خاک اسپانیا شوند حصاری که شهر ملیار از خاک مراکش جدا می کند 7 متر ارتفاع و 11 کیلومتر طول دارد با این حال مهاجران غیرقانونی تلاش کردن با بالا رفتن از این حصار از آن عبور کنند به گفته مقامات محلی بخشی از این حسار در اثر این هجوم فرو ریخته است ملیا و سئوتا تنها شهرهای مرزی زمینی میان اروپا و آفریقا هستند و بسیاری از مهاجران آفریقایی از طریق این دو شهر وارد اروپا می شوند. کمپ دولتی مهاجران در ملیا با اینکه تنها ظرفیت کمتر از 500 نفر را دارد، در حال حاضر 2000 پناهجو را در خود جای داده است و تعداد بیشتری از مهاجران در خاک مراکش همچنان منتظر راهی برای ورود به اروپا هستند. دو شهر اسپانیایی ملیا و سئوتا مقصد بسیاری از مهاجرانی است که قصد ورود به اروپا را دارند.